درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه ششم دی ماه ایرانی رو بسانه همه شبها و نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب آغاز میکنیم. بازتاب وسیع اقامه نماز متفاوت رهبر ایران بر پیکر دو هاشمی، هاشمی شاهرودی و هاشمی رفسنجانی. تکین رهبر عزیز و بزرگوارمان است که همه عزیزان حاضر در مصلا اذکار نماز رو زمزمه کنند. الله أكبر. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم إنه وإننا لا نجد من دونك ملتحدا، اللهم إنا نتوكل عليك، اللهم اغفر له ولنا وارحمه وارحمنا، وتجاوز عنه وتجاوز عنا، اللهم سهل عليه المنازل بحق محمد وآل محمد، اللهم احشره مع أحبته محمد وآل محمد. فرار غم‌انگیز مسئولان از پاسخگویی در برابر کشته شدن دانشجویان در دانشگاه آزاد، همزمان با رویکرد جناحی رسانه ملی و تلویزیون و رسانه‌های طیف محافظه‌کاران نسبت به این حادثه، بحران مشروعیت مجلس ایران با تأکید مکرر اصولگرایان بر تشدید نظارت استصوابی شورای نگهبان همزمان با تهی شدن مجلس از افراد ذی‌صلاح، در سوی دیگر ادامه جدال‌های بودجه‌ای مجلسیان در میان انبوه حجمه مردان منتسب رهبری به بودجه پیشنهادی دولت، ادامه انتقاد اردوگاه اصولگرایی به حسن روحانی و مرتبط دانستن تحریم‌های آمریکا با اعتراضات دیماه، در حوزه اقتصاد آغاز فروش نفت ایران به خریداران بخش خصوصی به ریال ایرانی و عملاً چوب حراج بر ثروت ملی ایرانیان، در عرصه منطقه‌ای اعتراف جمهوری اسلامی به ارتباط با گروه طالبان پس از ابراز نگرانی های فراوان منابع امنیتی در افغانستان، و بالاخره حمله هوایی مجدد اسرائیل به سوریه و هدف قرار دادن مواضع سپاه پاسداران و حزب الله و ادامه سکوت مسئولان جمهوری اسلامی. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه ششم دی ماه ایرانی برابر با 27 دسامبر 2018 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در آغاز به داستان دو هاشمی در ظل نظام فقها می‌پردازم که یک هاشمی پس از سالیانی دوستی با رهبری ایران مغضوب مرد و هاشمی دیگر محبوب ماند. آری، حکایت هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی در ترازوی بی‌توازنی رهبر ایران مجدداً مورد مجادله ها شد. در این میان بسیاری از روزنامه‌های امروز چاپ تهران از هر دو جناح سیاسی در صفحات اصلی از اقامه نماز توسط خامنه‌ای بر پیکر هاشمی شاهرودی و دفن وی در حرم معصومه در قم خبر دادند. از جمله روزنامه آرمان که عنوان نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی را برای این موضوع برگزید.
و یا همان گونه که می‌بینید روزنامه وطن امروز که در صفحه یک خود با مطلبی تحت عنوان وداع ماندگار با مجتهد مجاهد به موضوع دفن هاشمی شاهرودی پرداخته بود. اما نکته‌ای که از چشم بسیاری نیز دور نماند لجاجت و کینه‌توزی علی خامنه‌ای حتی با یاران نزدیکش در زمان مرگ است. قیاس متخصصین و قیاس افکار عمومی از نوع نماز خواندن خامنه‌ای رهبر ایران بر پیکر هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی دو رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا موجب حیرت همگانی هم شد. به گونه‌ای که نخستین بار آقای علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران در توییتر خود نوشت که خامنه‌ای در نمازی که بر پیکر هاشمی شاهرودی خواند جمله خدایا ما به راستی چیزی جز خوبی از او نمی‌دانیم رو ذکر کرد، اما در نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی این جمله رو نخواند و حذف کرد. به نظر میرسد به زعم آقای مطهری علت آن نیز نوع برخوردی است که این دو درباره معترضان انتخابات سال 88 داشتند. که در هر روی این میزان غیظ و غضب خامنه ای با همراهان دیرینش کوچکترین روزنه امید برای گشایش فضای سیاسی در ایران رو به تیرگی میکشاند و به ناامیدی میبرد. خبرها و نظرها رو با تازه های از تحولات مجلسی پی میگیرم که پیش از آن که نمایندگان خب به هر روی قبل از آن که اساره فضائل ملت باشن بیشتر منتخبان سلیقه فقهای گوش به فرمان آیت الله خامنه ای در شورای نگهبانند. در میان روزنامه همدلی همان گونه که میبینید در گزارشی با عنوان نسبتاً تند پارلمان استصوابی به نظارت شورای نگهبان بر پست هایی که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند پرداخته بود. این روزنامه در بخش از گزارش خود اشاره میکرد که این شأنیت در مجلس بیشتر و در ریاست جمهوری کمتر در نظر گرفته میشود. مثلا رئیس دولت‌های نهم و دهم منظور محمود احمدی نژاد هر از چند گاهی با رفتارها و ضرب المثل‌های بسیار مبتذل جایگاه ریاست جمهوری رو بیش از هر رئیس دولت دیگری تخفیف داد و برخی نمایندگان مجلس نیز همین شیوه رو در پیش می‌گیرند. مصداق بارز آن برخورد اخیر نماینده سراوان با کارمند گمرک بود. روزنامه همدلی با انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان معتقد بود که مردم هر استان بیش از هر کس دیگری هم شهری ها و هم استانی های خود رو میشناسند و اگر دستشان برای رأی دادن به معتمدانشان باز باشد میتوانند نمایندگانی به مراتب صالح تر رو انتخاب کنند و بهتر از تشخیص این اصلح بودن بر عهده مردم باشد تا آنکه شورای نگهبان با فیلتر نظارت استصوابی این صلاحیت رو تشخیص دهد. از سوی دیگر روزنامه کیهان که همواره خواهان ادامه و اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان هست با انتشار مطلبی در صفحه یک خود به عنوان حمله مدعیان اصلاحات به شورای نگهبان پس از گرای بی بی سی انتقاد از حذف افراد شایسته توسط شورای نگهبان رو عملا به رسانه‌های خارجی نسبت میداد که در داخل ایران دنبال میشن. این روزنامه در این حال خواهان افزایش نظارت استصوابی شورای نگهبان شد و ادامه میداد که اصلاح طلبان از سوی وضعیت ناهنجار رفتار برخی نمایندگان رو پای شورای نگهبان می نویسند و از سوی دیگر به نظارت استصوابی می تازند. اگر به نظر آنان مسئول این ناهنجاری ها شورای نگهبان است، به طور منطقی نظارت این شورا باید تقویت شود. این هم دیدگاه کیهانی. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات و ستونها سخنان، اظهارات و ادعاهای روحانی رئیس جمهور ایران که به نوعی مشکلات اقتصادی کشور رو برگردن مردم و اعتراض آنها در دی ماه سال گذشته انداخت
مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار گرفت. در میان روزنامه سیاست روز در مطلبی به عنوان آشوب‌های دیماه و خروج آمریکا از برجام سخنان روحانی رو پاسخ نامربوط به مطالبه مردم خواند. سیاست روز در بخش از این گزارش می‌پرسید مگر همین شما نبودید که می‌گفتید هیچ دولتی در آمریکا نمی‌تواند برجام را پاره و نقض کند؟ حالا چه شده به جای پاسخ به چرایی این رخ داد، موضوع داخلی که بهانه به آمریکا داده رو در اقدامی فرافکنانه مطرح کرده و اینطور می‌خواهید جلوه دهید که هر رفتاری خلاف رفتار مورد علاقه دولت به منافع ملی آسیب می‌زند؟ این روزنامه رادیکال اردوگاه اصولگرایان همچنین با اشاره به سخنان روحانی پیش از انتخابات در مورد مسائل اقتصادی ادامه میداد که تورم و معیشت و مشکلات اقتصادی چیزهایی است که قبل از انتخابات آقای روحانی میگفت سوء مدیریت عاملشان هست و در عمل به جای کار داخلی برای رفع سوء مدیریت ها فضا را به سمت دیگری هدایت کرد. گفتنی است که بحث خروج از برجام توسط ایالات متحده آمریکا دست کم از یک سال و نیم پیشتر، یعنی زمانی که آغاز کارزار انتخاباتی ترامپ بود، به میان آمد که از همان ابتدا برجام رو بدترین توافق تاریخ مینامید و احتمال پاره شدنش میرفت. علی‌ای‌حال، البته روزنامه سیاست روز که اکنون خب خودش هم فرصت رو غنیمت میشمرد و در جایگاه حامی معترضان دیماه قرار گرفته، در زمان اعتراضات دیماه و حتی پس از آن در واقع حرکت معترضین رو در راستای اهداف غرب و آمریکا میخواند. حتی به یاد دارم که گاهی عربستان و اسرائیل رو هم در براه افتادن این اعتراضات دخیل میدانست. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز، کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از ایران فردا هستید. در ادامه خبرها و نظرها به حوالی دانشگاه آزاد اسلامی می رویم که افزایش آمار کشته شدگان حادثه واژگونی اتوبوس در این دانشگاه موجب موج غم و اندوه و سوگ در میان افکار عمومی شده. این درد و داغ آنگاه بیشتر و تلخ‌تر می شود که مسئولان دانشگاه به جای پاسخگویی عملاً شیوه حمله به منتقدان رو برگزیدند و حتی رسانه‌های گوش به فرمان ولایت در مسیری کاملاً سویمند سیاسی و رفتارهای جناحی عملاً نمک بر زخم خانواده‌های جان باختگان می‌ریزند. در میان روزنامه فرهیختگان که می‌شناسید زیر نظر علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد اداره می‌شود و به نوعی تریبون نوشتاری این دانشگاه هست، روی کرده حمله به منتقدان رو در پیش گرفته. فرهیختگان در مطلبی به عنوان التیام زخم دانشگاه باشیم، ساخت دانشگاه در ارتفاعات اطراف تهران رو که در دوران ریاست پیشین دانشگاه آزاد اتفاق افتاد دلیل اصلی بروز این حادثه میدانست. این روزنامه همچنین برخلاف گفته‌های مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروی شهر تهران که گفته بود اتوبوس چپ شده دانشگاه معاینه فنی نداشت و این وسیله نقلیه 6 سال پیش از رده خارج شده بود، به نقل از آقای تهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد نوشت که درباره معاینه فنی اتوبوس‌ها برخلاف ادعاها باید گفت که معاینه خودروها 5 سال متوالی مورد تمدید قرار گرفته بود و تا 22 آذر اعتبار داشت. فقط پاسخ‌های در سطح حد اقلی. اما روزنامه قانون در مطلبی به عنوان مجلس خونخواه دانشجویان از پیگیری نمایندگان مجلس برای روشن شدن دلایل و مقصران این حادثه خبر میداد. به گزارش این روزنامه آقای موسوی، یکی از نمایندگان مجلس، از بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی دانشگاه آزاد در رسیدگی به ایمنی جاده و اتوبوس‌های واحد علوم و تحقیقات تهران انتقاد کرد و گفت که مشکل اتوبوس‌های فرسوده دانشگاه و نداشتن ایمنی لازم مسئله جدیدی در این واحد دانشگاهی نیست، یعنی امری سابقه دار و دور و دراز. بر اساس گزارش‌های دریافت شده مدت زیادی است که این موضوع به مسئولان دانشگاه تذکر داده شده و حتی اتفاقات کوچکتر و خفیفتری در سالیان گذشته اتفاق افتاده بود که متاسفانه با بی‌توجهی کامل مسئولان اوضاع تغییری نکرد. اما مایلم اشاره کنم نکته‌ای که در این ماجرا خیلی مشهود بود، سکوت سنگین و
سهمگین و شرم‌آوری است که باید بگویم رسانه‌های جریانات محافظه‌کاران و اردوگاه اصولگرایان داشتند و همه روزنامه‌های نزدیک به جناح راست در برابر این حادثه سکوت کردند. در حالی که ریاست این دانشگاه در دست اصولگرایان هست، روزنامه‌های نزدیک به این جریان عملاً منافع حزبی، جناحی و گروهی رو بر انتقاد از وضعیت نامناسب سرویس‌های دانشگاه ترجیح دادند و سمون بکم به تماشای جانباختگان در واقع مشغولند. صفحه یک رو دنبال میکنم با سایر مطالب. تحریم ها و راهکارهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا هر روز وارد شکل تازه‌ای از تدبیر و صورت بندی می شود. مردان جمهوری اسلامی که در شرایط تحریم می خواهند از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات نفت بهره بگیرند، چندی پیش از برنامه‌شان برای فروش نفت خام در بورس انرژی خبر دادند. اکنون روزنامه کلید در صفحه یک خود همون گونه که می‌بینید در مطلبی با عنوان مجوز سران قوا برای عرضه 3 میلیون بشکه نفت در بورس از ادامه این روند و خرید ریالی نفت ایران توسط بخش خصوصی خبر می‌دهد. این روزنامه به نقل از وزیر نفت آورد که مجوز از سران سه قوا اخذ شده تا 3 میلیون بشکه نفت در بورس به صورت 100% ریالی با عرض سنا به فروش برسد. اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت، نفت به صورت ارزی به این شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی تمایل داشت، عرض کاملا به صورت ریالی انجام می شود. اشاره نمایم که در دور قبلی تحریم های ایران در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز چند بار تلاش شد تا نفت در بورس انرژی فروخته شود، ولی عملا نتیجه‌ای در پی نداشت. عرضه نفت در خارج از بورس به دلالانی مثل بابک زنجانی یا شرکت‌های نیروی انتظامی نه تنها به فساد گستری منجر شد، بلکه عملاً به دریافت پول و واریز به حساب‌های شرکت ملی نفت نیز منتهی نشد. به جدال بودجه مجلسیان و دولتیان نیز نگاهی خواهم داشت که کماکان به شدت از سوی محافظه‌کاران و اصولگرایان مورد نقد است. در این میان روزنامه خراسان در مطلبی به عنوان رمزگشایی از 900 هزار میلیارد یارانه پنهان به موضوع یارانه در بودجه پرداخت. خراسان مدعی شد که دولت بابت هر لیتر بنزین در شرایط کنونی حدود 4200 تومان یارانه پنهان به مصرف کنندگان می‌پردازد. این روزنامه در ادامه گزارش خود اشاره کرد غیر از میزان بالای یارانه پنهان توزیعی، چگونگی توزیع آن نیز از دیگر مسائل اقتصاد کشور به شمار می رود. همینک برخی محاسبات حاکی از این است که ثروتمندان و دهک های درآمدی بالاتر به مراتب به میزان بیشتری از این نوع یارانه ها بهره می گیرند. یک نمونه ساده آن خب همون یارانه بنزین است که البته طبیعی است خانوارهایی که خودرو ندارند از این یارانه ها نمی توانند استفاده کنند، اما خانوارهایی با درآمد بالاتر حساسیت کمتری درباره صرف جویی سوخت و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دارند. روزنامه کیهان که از دیگر روزنامه های منتقد دولت هست در مطلبی به عنوان بودجه شرکت های دولتی سه برابر بخش عمومی، شفافیت رو از اینجا شروع کنید، نوشته بود برخی کارشناسان معتقدند این بودجه عظیم نیازمند شفافیت بیشتری است و اگر دولت واقعا مدعی شفافیت می باشد، بهتر است از همینجا شفافیت رو آغاز کند و مشخص کند این بودجه صرف چه اموری می شود. روزنامه رسالت، مؤتلفه و بازار، اردوگاه اصولگرایی به بخش سلامت در بودجه انتقاد داشت. این روزنامه اختصاص بودجه به بخش سلامت رو ناکافی خواند و اشاره داشت که در سالهای پیش نیز اهداف از پیش تعیین شده، یعنی ایجاد رفاه نسبی در حوزه هزینه های بهداشت و درمان برای عموم محقق نشد.
خبرها و نظرها را با تازه ترین تحولات منطقه‌ای دنبال می کنم که اعتراف علنی و رسمی شمخانی به ارتباط جمهوری اسلامی با طالبان موجب واکنش های وسیعی شد. در میان روزنامه اعتماد همون گونه که می بینید در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان سفر به کابل گفتگو با طالبان مدعی شد که شمخانی برای گشایش مسیر جدید مذاکرات صلح به افغانستان رفته است. در همین قوغا و قبار روزنامه ایران ارگان دولت ایران با انتشار مطلبی در صفحه یک خود با عنوان مذاکره ایران با طالبان آورده بود که شمخانی در خلال سفر یک روز به افغانستان از گفتگوهای جاری میان ایران و طالبان خبر داد و تاکید کرد که دولت افغانستان از مجموعه ارتباطات و گفتگوهای ایران با طالبان اطلاع داشته و این روند همچنان نیز ادامه خواهد یافت. به گزارش همه این روزنامه‌ها آقای شمخانی مدعی شد که گفتگوهای جاری بین ایران و طالبان راهی برای کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود می باشد. تایید رسمی ارتباط جمهوری اسلامی و گروه تروریستی طالبان در حالی است که تا چند پیش ایران هر گونه ارتباط با طالبان رو تکذیب می‌کرد، اما همواره بسیاری از منابع محلی و امنیتی در افغانستان بارها دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان رو تایید کرده بودند. همچنین حتی چند ماه پیش تایمز در گزارشی از قول منابع آگاه در افغانستان و پاکستان نوشته بود که صدها پیکارجوی طالبان آموزش‌های پیشرفته‌ای از سوی نیروهای ویژه مراکز آکادمیک نظامی ایران دریافت کرده‌اند که خب همه آنها نشان دهنده تشدید حمایت تهران از گروه اسلام‌گرای افراطی است. و در وقت باقی مانده به تازه ترین حمله اسرائیل به مواضع نیروهای سپاه و شبه نظامیان حزب الله در سوریه نگاهی خواهیم داشت که روزنامه قدس از روزنامه‌های حامی جریانات تندروی ایران با عنوان دمشق 14 تل آویو 2 در صفحه یک خود به آن پرداخت. قدس مدعی شد که در پی حمله موشکی اسرائیل به سوریه سامانه‌های S-300 موشک‌ها را نابود کردند. این روزنامه همچنین ادامه می‌داد که وزارت دفاع روسیه نیز با صدور بیانیه اعلام کرد پدافند هوایی سوریه موفق شد 14 فروند از 16 موشک شلیک شده از جانب اسرائیل را منهدم کند. اما در همین حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع خود اشاره کرد که هواپیماهای اسرائیلی با عبور از آسمان لبنان حداقل 3 هدف رو در غرب و جنوب غرب دمشق بمباران کردند که انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی ایران و گروه حزب الله بوده است. همچنین هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک به قول از یک منبع در وزارت دفاع آمریکا عنوان کرد که هدف حملات هوایی اسرائیل در دمشق افراد ارشد حزب الله بوده و حملات هوایی اسرائیل دقایقی پس از آنکه سران حزب الله سوار هواپیمایی به مقصد ایران شده بودند انجام شده است. و با این مطلب وقت برنامه امشبمان به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.